با عرض سلام و وقت شما ایزان و خیر آرزو دارم که جور و سعت من باشین شما بیننده برنامه در امتداد روز از تلویزیون جهانی آینه هستین و ما را همچنان تا پایان این برنامه همراهی کنید امروز هجدهم هم سنبوله مصادف از به سال روز, احمد شا. سال روز شهادت احمد مسعود مسود و هفته شهید قرار داریم که امروز هم ویژه برنامه در امتداد روز است و دوستان و عزیزانی که امروز در برنامه تشریف میارن بیشتر روی همین موضوع بهشان صحبت می داشته باشیم که خوشبختانه در بخش اول برنامه استاد امداد الله پاکنهاد غیاسی را در برنامه با خود داریم و روی موضوع هفته شهید و نحو گرامی داشت از آن صحبت هایی می داشته باشند که خوشبختانه در برنامه تشریف آوردند سلام استاد بر شما وقتتان بخیر <تصفح> تشکر از شما بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستمد و نستعین فلا عدوان الا على ظالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسه المطعون والمبطون والى اخره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وتشكر فروان الشبكه الجهانيه تلفزيون آينا كي مهيا در رابطه به شهدا و خاجستباد گفتنی و همچنان عرض تسلیت به با بازماندگان بره روانی فرمانده نستوه و همچنان مجاهده کبیر و قهرمان ملی افغانستان که امروز در آستانه هجدهومی سنبله و سال سالیاد ایشان هست که کلمات چند در رابطه داشته باشیم در قدم نخوز عرض تسلیت می نمویم شهدای اخیری که در ولایت تخار تی سه روز در محاصره ددمنوشان و مخالفین مسلح دولت قرار داشتند که جانه های تقریبا در حدود 17 یا هجده تن به شمول یک تن از قماندانان و همچنان از مکتبخانه خانه امین مسعود از رهنوان مسعود بزرگ که به نام قماندان پدری شهید و همچنان قماندان ظلمه بعد از یک بعد از مشاجره و بعد از مخاسمه تقریبا سه روزه یا به کام شهادت نائل شدن امیدوارم عرض تسلیت به خانوادهشان دارم و همچنان تسل صبر جمیل و عظیم به با بازماندگانشان از بارگاه خدای منان تمنا دارم و همچنان جا دارد که امروز روزی هجدهومین سنبله هجده سن... هجده سن هست در رابطه به روز قهرمان ملی یا سالیاد قهرمان ملی هست حرفهایی داشته باشیم بدون شک که هر فردی در هر گوشه و کنار افغانستان حتی فراتر از مرزها مردم در رابطه مناقب و شاهکاری ها و مجاهدت های قهرمان ملی کشور معلومات وافر و گسترده دارند قهرمان ملی تنها قهرمانی داخل یک کشور نبود قهرمانی فراتر از مرزها بود که امروز در تمام اکثریت کشورها و قهرمانهای کشورها مسعود بزرگ را به عنوان یک چریک نامدار و یک مجاهد نستوه میدانند و یک کسی بس. که بسیار عشق خاص به وطن عزیز خود داشت آه. سلام از زنده باشین که استاد امروز در برنامه تشریف آوردین و ما همچنان در هفته شهید قرار داریم میشه استاد بر ما معلومات بتین که جایگاه شهدا در کجا هستند و چگونه باید از این هفته باید گرامی داشت به عمل بیاید دقیقا حدیثی را که خدمت شما آیت و حدیثی را که خدمت شما بیان کردم حضرت الله متعال می‌فرماید در سوره آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون شما هرگز گمان ما دارید که کسانی که در راه الله شهيد میشن وار مرده فكر نکردید بل أحياء عند ربهم يرزقون بلکه زنده هستند در نزد الله متعال چی میکنن زنده هستند و رزق روزی داده میشوند از این حدی از الله مجید چنان عظمت چنان برداشت میشو که شهدا در نزد الله بسیار زیاد مقامو منزلت خاصی ر برخوردار هستند و همچنان اقسام حدیث ر تقریبا در کتابهای متفاوت و همنان در بخاری شریف از پیانبر معم اسلام صل اللهعلهوسلم میپرسند ک شهدا کی هستن حضر انبر معم اسلام میفرمای الشهداء شهدا پن قسم هستن المطعون و المبطون کس که شهدا کسانی که به مرض تاون میمورند. شهید هستند کسانی که به درد شکم میبرن مریض هستند کسانی که زیر آواره میمانند می شهید هستند کسانی که غرق در دریا میشن شهید هستند و کسانی که به خاطر درد ملت ظلم و تعدی که بالای کشورشان انجام میشه بالای دینشان بالای آینشان بالای عرضشان و مجاهدت و جهاد میکنن و شهید و فی سبیل الله و همچنان قسم پنجمی از شهید کس شهیدی هست که در راه الله خدا جان خود را فدا میکنه بدون شک بسیار مبرهن و واضح هست که احمد شاه مسعود فرمانده نستو به خاطر حفظ آبرو به خاطر حفظ حراست و حفاظت از مقدسات دین آین و ملت مظلوم خود همواره در مقابل قشون سرخ شوروی و همچنان در دوران مقاومت و همچنان به یک دوران سیاه مبارزه کردخرین تا آخرین رمق حیات تا اینکه جان را به جانان سپرد آها استاد میشه برای ما بگویند برای اینکه از آرمان شهدا پاسداری شود و حق قانون را ادا کرده باشیم کدام کارا باید صورت بگیره بدون شک اگر ما بخوایم که حق و پا حق پاسداری شهدا را حفظ بکنیم نگاه بکنیم فقط همین است که ما باید در روزی و شهادت ایشان ختمه های قرآن را برا بیاندازیم و از مناقی و مجاهدت های ایشان در میان جلائیس جلسه ها گرفته شد و برنامه ها گرفته شد تا اینکه غیره شهامت، ایمانداری، مجاهدت ایشان بیان شد و همچنان ایشان را به عنوان یک انسان مسلح، مجاهد و کسی که در راه الله جان خود را سپر کرده به درجه شهادت نائل شده او قرار بودیم تا اینکه به همین شیوه ما میتونیم که یک سال یاد یاد بود بودی بهتری از شهدا بکنیم و همچنان قدر شهید را به همین شیوه ها ما میتونیم که ادا بکنیم آها، آلا جناب استاد میشه برای ما بگید که یادواری از کارنامه ها و جانفشانی شهدا در شرایط کنونی چقدر بجا و مناسب بوده است؟ بدون شک ما در هر عرصه الجهاد و مازین القیامه جهاد پیامبر معظم اسلام میفرماید که جهاد واجه مقدس اسلام جد و جهد جهاد تا خاف قیامت تا قیام قیامت باقی است همچنان شهدارم عزت ارجگزاری یادبودشان یاد تا خاف قیامت تا قیام قیامت باقی است هر لحظه ما میتونیم بر ابنایی که به اصلاف یعنی کسایی که از ما میاین مجاهدت های امروزین را کسان که امروز در سنگره های داغ وطن خاطر عرض و آبرو ناموس وطن مقدسات اسلامی حراست و حفاظت میکنن جانهای شرین خود را در دست میتن. اگر ما سالهای آینده قرنهای بعد اگر از ایشان یادواری میکنیم حین کمال خوشبختی و بدون اجر نخواهد بود و باید از کارنامه ها مجاهدت های مجاهدین شهدای سر و کف کفن باید همیشه یاد بود شد تا اینکه دیگر اسلاف دیگر کسانی که اخلاف یعنی بعد از مجاهدینی که شهید میشن در زمانه خود بعد از ایشان آنها را الگو بگیرن و جهاد را در مقابلی کسایی که متجاوزین هستن علیه دین عرض ناموس شان تجاوز میکنن جهاد را انجام بده. جناب استاد حالا شهدایی را که ما از دست دادیم اینا به خاطر وطنشون همیشه جنگیدند و به خاطر استقلال و ثبات کشورشون همیشه به خاطر حفظش اینا جنگیدند و شهید شدند. حالا شما چقدر فکر میکنید در جامعه امروز افغانستان این همه جانفشانی های اینها مد نظر گرفته شده و به صورت درست از هفته شهید گرامی داشت صورت گرفته؟ متاسفانه برتون به با وضاحت بیان میکنم که بدون شک که آنچنانی که پیامبر معظم اسلام در تحت آیات کلام الله مجید بسیار گرامی داشت و همچنان عزت و احترام گذاشتن به شهدا کارنامه های شهدا بیان کردن متاسفانه در این ساله های اخیر کم رنگ هست ما می میشنویم از گفتمان ها از از مقالات که میشنویم مقالاتی هارد و یا سافت که در رسانه ها در سایت ها می بینیم و همچنان گفتمان هایی که در تلویزیون سباکو ها پخش میشه ما می بینیم که یک مجاهده که خون خود را بسیار زیاد به خاطر عرض حد ناموس مقدسات اسلامی به خرج میتن اما به القاب مختلف یاد میکنن گپه های ضد نقیزی در رابطه به ایشان گفته میشه امیدوارم کسانی که همین کارا را میکنن دست بردارن دست بردارن تا اینکه عوز از شر خر نمرسد تا ن شرتم نرسان عن ار نمتان ادبود از شهدا بن نمتان رام داشت از روز شهدان وهمادر رسانهها تصویر و ا وها در مقالها نمتان حرف داشته باش اما بدگوههم ن بخاطره انبر مم اسلاممفرماه ن عالما او متعلما او خادما ولاتن رابالم خدمتگذار باش یا متعلم باش و بعد نبین علما نفری چهارمی نباش یعنی کسی نباش که علما و مجاهدین شهدا رو بد ببینی حداقل اگر نمیتونی که در رسانه های چاپی و تصویری و نوشتاری حرفی به گفتن داشته باشی اما به خاطر یک به خاطر افکار, افکار سکولاریزمی که بعضی غرب زده ها دارن علیه مجاهدین جنگ و مچم دزد و امثال هم ایجاد میزنن تو نباید نقش قدم ایشان را دنبال بکنی به خاطر تو کسی هستی که در یک خانواده متدین به دنیا آمده ای و در یک جامعه سنتی اسلامی که به وجود کلان شدی بزرگ شدی کوشش بکن اگر خیر رسانده نمیتونی, نمیتونی شر خیر شر نرسان و علیه این پدیده های بسیار مناسب برجسته و عالی که الله متعال از فراز آسمان ها درجات و مقام و منزلتی شهدا را بیان کرده گیسته تو حرف جهت تاخت تاس کردن به داشته باشید جناب استاد حالا به خاطر هفته شهید موضوعات و محافل برگزار میشه یا گرامی داشت از روز به عمل میاد که همه ایش موارد صحبت شده است که مثلا همدیگر پذیری بیشتر صورت بگیرد و حداقل بتونیم <تصفح> کسانی که جانهای های شیرینشان را دلیل را از دست دادن برایشان یک الگوی خوب برای همه مردم باشند و به خاطر پوره کردن آرمان های از اونها باید کوشش کنند شما چقدر موثر میدونید چنین این برنامه ها را در ایجاد این هفته ببینید یک حدیثی هست که 750 راوی دارد تمام علمای حدیث محدثین تبرکان و تیمونان این حدیث در اول کتاب های حدیث خود میاره که ذات عمر رضی الله تعالی روایت کرد انما الاعمال بالنیات جز از نیست که پاداش دارمدار هر عمل به نیت تعلق دارد اگر نیتی برگزار کنندگان همین همین مجالس نیتشان همین باشد که به خاطری یادداشت یاد داشت، یاد بود از کارنامه های, های گلگون کفن باشد اگر هدفشان کدام برنامه سیاسی و انتخاباتی و امثال هم نباشد بدون شک این برنامه ها رنگ و رو سمت و سوی بسیار خوبی برای اخلاف برای اسلاف کسانی که بعد از ما میاین برای اشان دارن یعنی یک انگیزه برای جوانانی که بعد از ما میاین بعد از مجاهدین مش... شهیدان امروزی میا... میاین بدون شک یک, یک, انگیزه بسیار وافر بزرگ و عالی برایشان هستند که نقش قدم ایشان را انتخاب کرده در مقابل حدک حرمت در مقابل توهین به مقدسات و به چیزهای اسلامی ایشان قد علم میکنند و هیچ وقتی در مقابل یک توهین تحقیر به مقدسات اسلامی ایشان باز نمیستند حتی, حتی اونمو کارنامه ها و اینمی مجالس خوبیت های بسیار و خاطر ایجاد انگیزه برای جوانان برای هموطنان عزیز می داشته باشد آها یک موضوع دیگر که همه ما شاهد هستیم هفته شهید و شهید شدن قهرمان ملی برمیگردد به همه هموطنان ما و این مربوط همه افغانستان میشه چرا تا به حال تبعیض وجود داره و را فکر کنین که یک قوم مشخص فقط از این تجلیل میکنند و به گونه ای که همه ما شاهد هستیم خب در قدم نخست بازم جا دارد ک هدیث پي... پیانبر معم اسلام را قراءت نم امبر معماسلام من دعی للعصبیت فلیس منا کسی کی دعوا عصبیه تعسب نجاتپرست قومپرستی مینه از جمله ما نیست عن از امت پیانبر نست کسی ک از امت پیانبر نباش د او برایش چی ماند دگر او مسلمان نیست م یقین دارم در افغانستان الحمدهثم الح... الحمدللله تمام اقوام عزیز افغانستان ازاره، پشتون، قزلباش، تاجک، ایماق و امثال هم همه ف... الان به این دانستن، به این فهمیدن که تعصب یک چیزی بسیار مزموم، نادرست و یک, یک عمل بسیار ناروای است که پیامبر و الله متعال مزمومیت این را از فراز آسمان توسط پیامبر گرامیش صلی الله علیه و سلم بیان کرده صرف کسانی ای گپ را دامن میزنه صرف کسانی ای گبر دامن میزنن جهال هستن یعنی جهال اسم مبالغه صیغه اسم مبالغه که بسیار زیاد جاهل هستن بسیار زیاد ناهل... نادان هستن امروز ما میبینیم می که از گوشه گوشه اطراف افغانستان به خاطر قهرمانی رشادت هایی که فرمانده نستوهی که جنرال عبدالرازق رازق انجام داده در طول ده سال هشده سال دقر دو ده دهه گذشت هم مگی ما به عنوان یک تاجاک به عنوان یک دهری زبان افتخار میکن به وجود زمو و همچنان ما سراغ دارم در میان قوم با عزت پشتون و ازبک و هزاره ازبیک و هزاره که به وجود قهرمان ملی که احمد شای مسعود است قهرمان قرنها بگذارد قرن... قا... قهرمان افتخار و مباهات میکنن. صرف یک تعداد کسانی که دکته میشوند توسط اجانب توسط بیگانگان او دارند در, فیز... در صفحات, اجتماعی بعضی حرفه های تعصب آمیز را میزنن که خوشبخت آنک توسط رئیس جمهور فقید ف... رئیس جمهور ما و توسط دستندرکارانی عرصه حقوق و قانونگذاری امروز امی تعصب تصویری و تعص... تعصبات سوتی در کود جزای افغانستان هم برش جزا قائل شدن کسی که این کار را انجام میده محکومیت برایش ایجاد شده آها و فکر میکنید که همه موضوعات را دامن زدن ای آرمان شهیدایی نبود که امروز ما نداریمشان و ای بگونه به احترامی به با آرمان های شهدا است دقیقا بدون شک ما همیشه در, گفت... در گفتارها در کردارها... کردارهای قهرمان ملی شما اگر متوجه شده باشید همیشه تعصب را کنار میزد میگفت که ما یک قوم هستیم یک ملت هستیم به خاطر حراست حفاظت از مقدسات اسلامی و نهاد نکردن احکام اسلامی و همچنان انتخاباتی موجه و اسلامی در کشور خواهانش بود و هر کسی که تعصب میکرد تعصب را نمیپذیرفت و در, در کنار خود جایگاه نمیداد اگر به صفحات تاریخ وزین مراجع بکنیم همه رهبرای افغانستان چی اعم از تاجیک و پشتون کسانی که واقعا دانش اسلامی و خبیر بودند تعصب را کنار می و امروز الحمدلله الحمد ثم الحمدلله الحمد امی امی دانش فقاهت امروزی را ماش ما شما نگاه میکنیم در ستادهای انتخاباتی میبینیم که از هر در هر ستاد انتخاباتی از تمام اقوام گرد هم آمدن یعنی به تعصب به نژاد به قومیت نه گفتند این یکی از ویژگی های دستاوردهای مبارزاتی و نمو شهدای گلگون کفن که امروز در میان ما نیستند یکی از اهداف دیرینه ایشان بود که امروز ما و شما عملا نگاه میکنیم که در هر تیم ستات انتخاباتی برادر پشتون، ازبک، هزاره، تاجک موجود هست این قابل افتخار هست و ایام آرمان هایشان ان شاء الله ان شاء الله العزیز روز به روز وسعت و گسترده در میان امت اسلامی و مخصوصا در افغانستان عزیز ما و شما, شما شاهدش خواهیم بود بدون شک استاد حالا میشه برای ما بگین به خاطر شدن هفته شهید و تحقق آرمان شهدا باید کدام کارها صورت بگیرد به خاطر تحقق آرمان شهدا ما در, در قدم نخوز به افکارشان به, تاریخ به صفحات تاریخ مراجعه بکنیم ببینیم که کدام اهداف شهدا به کدام اهداف بودن رأسانشان کدام رأسان بوده فقط مثبتهایش انتخاب کردن مقابل از او گام به گام, گام پیش بریم تا اینکه بتانیم به عنوان یک شهرون به عنوان یک افغانستانی مخالص و مخلص و مسلمان و مسلم بتانیم که اهداف اون را در, جا در جامعه در, در, در اماکین خود پیاده بسازیم آها جناب استاد میشه برای ما بگین که همه ما من یک فرد جامعه و من یک شهروند در افغانستان زندگی میکنیم و به خاطر که ما از هفته شهید تجلیل کنیم برای هر فرد چقدر مهم است که باید اینا آگاهی کامل درباره هفته شهید و قهرمانهای ملی خود داشته باشند اما جناب استاد در برنامه با ما هستین یک میان برنامه می میگیریم دوباره برمیگردیم برای از این موضوع شما بیشتر معلومات بده. میان برنامه کوتاه میگیریم سلام و مجدد خدمت همه دوستان که تازه به برنامه خودشان پیوستن شما بیننده برنامه در امتداد روز از تلویزیون جهانی آینه هستین و جناب استاد غیاسی در برنامه با ما هستند و سوالی که قبلا نشون پرسیدم دوباره تکرار میکنم استاد من حیث یک فرد <تصفح> که در جامعه زندگی میکنیم و یک شهروندی که فعلا در اجتماع زندگی میکنیم چقدر برای ما لازم است که باید آگاهی کامل از هفته شهید و از ملی داشته باشیم بر ما بسیار زیاد مهم است اهم این است که باید از کارنامه های احمد شای مسعود قهرمان ملی کشور داشته باشیم یعنی هفته شهید چی باور کنید بسیار کسای در جامعه هستن میگه که این هفته هفته شهید است میگه هفته, هفته شهید به چی معنا اما ببینید وقتی که ما میخوایم نماز را یاد بگیریم و علم نماز اوزو کردن نماز را خواندن فر، فریزه هست واجب است که باید ما را یاد داشته باشیم وقتی یک کارنامه را ما تعقیب میکنیم یک برنامه و یک سازمان را باید اهدافی از او را باید بدانیم ببینیم که هفته شهید چرا میگن در هفته شهید گرامی داشت از کدام شخصی گرفته میشه و او شخص چرا رقم یک شخصیتی در جامعه افغانی و در جامعه به عنوانی از اینکه یک قهرمان ملی شده و همچنان هف یک هفته مکمل را به نامی از او درج کردن که از باید معلومات وافر کامل داشته باشد تا اینکه بتانه که اگر اطفالی از ایشان پرسان میکفته شهید چی اکادمی علمی براش یک چیز یک معلومات ایرایه بکن تا اینکه بتوانه اطفالم به عنوانی از اینکه یک معلومات خوب و مناسبی را از بستگانی خود از لالا، کاکا، ماما، برادر، پدر، مادر و همسال خود داشته باشند و خود را همه ای شهروندان در این رابطه مسئول و مکلف بدانند تا اینکه معلوماتی در مقابل شهدا و معلوماتی در, رابطه به هفته شهید داشته باشند تا اینکه تمامی اشخاص افرادی که به کوچه و بازارها تحت کاروانهای متعددی میگردند باید بسیار زیاد بسیار زیاد محتاطانه رفتار بکنن و کوشش بکنن که پاسداری عزت حرمت امو هفته را داشته باشند جهان سپاس و که در برنامه تشریف آوردین میشه شما پیامتان را داشته باشین پیام ما به تمام افغانستان افغانستانی های عزیز و شهروندان شهروندانی عزیز که در کنار و گوشه و در هر گوشه و کنار افغانستان هستند و گرامی داشت را سالیادی قهرمان ملی را گرامی داشت میکنند کوشش بکنن که تمامی اهدافی قهرمان ملی را باید بدانند مطابق اهداف از امور پیش برند نه اینکه خدا نخواسته خدا نخواسته کاری انجام بدن که روحی مقدس و روی متحر متحری او بزرگوار ناراحت شود و ما کاری بکنیم که او روح و روانش روحش از او خوشنود شود نه این کاری بکن نه کاری بکنیم که خدا نخواستد باعث آزرده شدن افکار عمومی و ارواح شهدای راهی مقدس و آزادی و مقاومت گردد سلام از زنده باشین که در برنامه تشریف آوردین تشکر شد از شد جناب استاد که امروز در برنامه تشریف آوردن و صحبت های خیلی خوبی داشتن ما هم یک رفت و برگشت کوتاهی داریم در ادامه برنامه در امتداد روز زود برمیگردیم